ممنون از اینکه بیننده آرزو هستین در بخش روانکاو باش. ما هستیم آقای امید وطن روان درمان با ما همراه شدن و امروز در موردی صحبت میکنیم که چرا بعضی همسرها سختگیر هستند و این سختگیری چه مشکلات را میتواند در زندگی مشترک به بار بیاره. اگر سوال دارین میتونین تماس بگیرین. شمار تماس برنامه هست 0798 4012. سلام، وقتتان بخیر، خسته نباشین، خیلی خوش آمدید. وقت شما بخیر ماجان نازنین، وقت کسایی که ما رو بیننده هستن و خیر، آرزوی صحت و سلامتی تان دارم. قربانتان، بسیار تشکر، همچنین آرزوی به شما هم داریم. همطور که گفتم امروز ما در مورد صحبت میکنیم که چرا بعضی همسرها سختگیر هست. بیایم اول یک آسیب شناسی بکنیم که همین سختگیری از کجا به وجود میآید و من مطمئن هستم که بسیار نزدیک است این بحث به بحث اعتماد، درست است؟ بله واقعا اگر بحث سختگیری و اون بحث اعتماد رو مطرح کنیم، میبینیم واقعا ریشه های میتونه داشته باشه در داخل یک فامیل، در داخل یک والدین و یا در داخل یک زوج که بی اعتمادی به میان میاد و الهی که بعد از بی اعتمادی سختگیری به میان میاد و بعد از سختگیری گفته بودم در برنامه قبلی هم که مرحله آخرش باز جدایی است و خدای نخواسته طلاق میتونه باشه. اولین رشته ای که باید مورد و بحث صورت بگیره موجنی است که ما باید پیدا کنیم که چرا بی اعتمادی به وجود آمده، به چی دلیل به وجود آمده، آیا ذهنیت ما در قبال خانم و یا شوهر خراب است، آیا دید ما در قبال جامعه خراب است، آیا ما یک انسان منفی نگر هستیم و بعض سلسله حرف های فرعی دیگه هم میتونه در بین دخالت داشته باشه. مثلا وقتی که یک شوهر در بیرون می باشه به این فکر است که خانم وقتی که من همراهش نیستم در خانه با کی صحبت میکنه، در موبایلش با کی صحبت میکنه، اگر یک بانوی اجتماعی باشه در صفحات مجازی چی کار انجام میده. برعکس اگر بحث کنیم میبینیم که خانم وقتی که شوهرش در بیرون است همکارایش فکر میکنه که چیگونه افراد است. اگر در یک جامعه کوچک زندگی کنه مثل یک تلویزیون، حتی مثل یک دفتر و مثل یک نهاد که بتونن هم بانوها در اوج اشتراک مستقیم داشته باشن و هم آقایان، در این صورتی خانم فکر میکنه که واقعا همکارای شوهر من چی کسایی هستن، آیا اینا واقعا انسانای اهل هستن یا نه، آیا واقعا اینا امو رابطه و کانتکت مستقیم را که با شوهر ما دارن از دیانت و دل پاک دارن و یا هم کدام نیت مخرب دارن. به این لحاظ وقتی که ذهنیت جایگاه خود را پیدا نمیکنن و اغلب مواقع ذهنیت ها به جایی که مثبت تبدیل شوند معکوسا تبدیل میشن به منفی، باز بی اعتمادی رخ میده که این بی اعتمادی سبب شک کردن میشه و این شک کردن سبب قیدگیری ها در میان فامیل میشه. بسیار خوب، بیشتر به این مسئله اشاره کردم که گاهی بی اعتمادی منجر به این میشه که همسر در برابر زوج خودش در واقع سخت گیر باشه. چرا این بی اعتمادی به وجود می آید؟ میشه که به مو خلای اشاره بکنین که گاهی در بین دو طرف اتفاق میفته، آیا کدامشان واقعا یک خلای ایجاد کردن که باعث ازی شده که طرف مقابلش نسبت به خودش بی اعتماد شود؟ واقعا نقطه برازنده رو موجان اشاره کردین. من میخوام اشاره داشته باشم، من یک راهکار رو بیان کنم. بزرگترین خلایی که میتونه در این بین باشه همین تردید و شک و داشتن شک بیش از حد و تردید بیش از حد میتونه باشه. از یک لحاظ وقتی که شوهر بالای خانم شک میکنه و خانم بالای شوهر شک میکنه، در این بین یک حالت به میان میاد که دیگر عمو فضای صمیمیت و فضای اخوت و فضای اعتماد از بین میره و بالاخره اینا به هم دیگر عمو اعتماد را که در شروعات داشتن بالاخره پاش میشه و اصلا دوست ندارن حرف یکی دیگر را اعتماد قائل شون و ارزش قائل شون. یک مسئله میتونه باشه. اگر به راهکارهای اینا بپردازیم که واقعا چگونه تردید را از بین ببریم، چگونه شک کردن را از بین ببریم که عمو امانو شرک ورزیدن هم میشه، یگانه راه حلش مواجه شدن با اونمو حالتایی که با ما پیش میاد. مثلا وقتی که یک شوهر بالای خانم خود تردید می داشته باشه، شک می داشته باشه، فکر میکنه خانمش کسی است که با مردای بیگانه ارتباط داره یا هم به گونه حضوری یا هم به گونه غیر حضوری و به گونه مجانی و به گونه مجازی حتی از شبکه های مجازی، این ارتباطات و اینی ذهنیت هایی که بین شوهر و خانم صورت میگیره باز میتونه خیلی رابطه اینا رو خراب کنه، میتونه رابطه اینا رو حتی از بین ببره. اولنش مثل که ما قبلا اشاره کردم با همو شک های خود، با همو تردید های خود اینا باید روبرو شوند، در یک گام روبرو شوند، بعد از اینکه از او گام میبرن در گام ثانی به خاطر راه حل او اقدام کنن. وقتی که ما ساختارهای بین الملل را میخوانیم به خاطر حل منازعات، مناقشات و مذاکرات که صورت میگیره یک فرمول دارن به نام پرابلم سولوشن و یا هم مشکل راه حل میگن. اولین کتله را که موجود اینا مطرح میکنن، اولا مشکل را مطرح میکنن، بعد از او باز میپردازن برای حل مشکل. یعنی اول راه حل نمیگن. متاسفانه در افغانستان مستقیم میخواین بالای راه حل برن. مشکل را نمیدونن. اگر کوچکن مشکل را هم میدونن و هندک درباره مشکل میدونن مستقیم راه حل میگن، در حالت که یک قانون در
خصوصا در دنیای غرب مروج است به نام پرابلم سولوشن و مو مشکل رای حل. اولا مشکل را پیدا میکنن، واقعا مشکل از کجا پیدا میشه؟ اگر یک مشکل تکنیکی است، اگر یک مشکل فامیلی است، اگر یک مشکل سیاسی است، بعدنش باز میپردازن برای حل مشکل، یا ناکام میشن یا کامیاب میشن در امر حل کردن اون مشکل. حال اگر ما مشکلات فامیلی را هم میخوایم حل کنیم، تردیدها را از بین ببریم، شک ها را از بین ببریم و واقعا یک فامیل بس و موفق داشته باشیم، این فرمول را به کار ببریم. اولین کار مشکلا، که همون مشکلا ما گفتم میتونه شک های ما باشه، تردید های ما باشه، بی باوری های ما باشه و کاستی های ما باشه، بپردازیم به این مشکلات و بعدا برای حلش بپردازیم. مثلا وقتی که خانم فکر میکنه که شوهرم بیرون میره در دفتر با خانم های بیگانه صحبت میکنه، یک شک در دلش ایجاد شده. اگر ما مطمئن متوجه باشیم این شکل چگونه میتونه از بین ببره، تا یکی یک روز نه با چشم سر نبینه که شوهرش واقعا در کدام فضا کار میکنه. ما میخوایم بگونیم مثالی رد کنم که دوستای ما بدانن، تا که خودش یک بار نبیه فضا رو نبینه که واقعا در بین نو فضای خواهر خواندگی و برادر خواندگی و اصلا درست مثل که مولانا صاحب میگه بدف بر ما میا که ما در سوریم، برخیز دهل بزن که ما منصوریم، مستیم نمست باده انگوریم، از آن چی فکر کرده ما دوریم. در حالتی که یگان چیز ما را فکر میکنن ما خیلی دور می باشیم، اما خوب است که ما بدونی که باده و قدح رو نوش جان کرده باشیم، بالای ما شک میشه که شما نشستین و شما مست هستین. به این لحاظ اگر فامیل ها فکر میکنن که شاید خانم ما اشتباه میکنه و خانم ها فکر میکنن که شاید شوهر ما اشتباه میکنن، یک بار او شک خاطر از بین ببرن. مثل مشکل را که ما شروع برتون ابراز کردم، مثلا مشکل پیدا میشه باید راه حلش رو پیدا کنیم. مشکل راه حل، اگر تردید هست، اگر شک هست، اگر بی باوری هست و امثالی حرف هست، مستقیم با او مشکل مواجه شوین. ترستان هست با ترستان مواجه شوین، ناداریتان هست با ناداریتان مواجه شوین. شاید شما انسان باشین که در زندگی چیزی نداشته باشین به خاطر از دست دادن، اما خیلی چیزها به خاطر به دست آوردن دارین. وقتی که روزگار شما را از یک طرف فشار میده، از یک طرف دیگر حتما یک مسیر را به شما باز میکنه، یا یک در خوشبختی یا یک در پیروزی و موفقیت. به این لحاظ اگر فامیلا فکر میکنه که واقعا در یک تنگنای بسیار شدید قرار دارن که نمیتونن با شوهرشان عشق بورزن و علاقه بورزن و با خانمشان، مستقیم وارد شک شوان و شکر حل کنن، انشالله که مشکلشون کاملا از بین میره. بله، تماس داریم. نبیلا جان تماس گرفتن از ولایت کابل. سلام، وقتتان بخیر نبیلا جان، خوش آمدن به برنامه. سلام، خوبستین؟ خوب جان، خوبستین؟ قربان دارم، بسیار تشکر. نبیلا جان میشه یک سایت رو تینتر نکم پخش کنین؟ نبیلا جان سوال تلویزیون تان را پخش بکنین که ما بتوانیم سوال تان را درست بگیریم. بکنیم سوالم آف سرمیش از عزیزی معملی است. خب؟ بسی سوالم در مال به زیاد زندگی وضعی که خراب از امرن زیاد جنگ میکنم میزنم مرا خودانم خال مقال میکنم از این ایجا میخوایم که یک مشورم که دامنسی کنم میلان نکنم مشکل نمانم میره سایرم ممین چی کنم. آها، ما گرفتیم انشاءالله. درست است، بسیار تشکر نبیلا جان، سوالتان را گرفتیم، منتظر شیندن پاسختان باشین. خدا نگهدارتان. سوال خواهرم نبیلا جان که از کابل به تماس شده بودن برمیخوره به منازعات که بین فامیل ها رخ میده، خصوصا بین شوهر و خانم، که راجع به این گمانم یک بحث بسیار جالب را شما داشتیم، اما میخوایم باز هم یک اشاره مستقیم به خواهر ما داشته باشم. اولا یک کلام همیشگی را که ایراد میکنم، ما ازدواج نمیکنیم به خاطری که طلاق بگیریم، ما ازدواج نمیکنیم به خاطری که بدبخت شویم، و الهی که ما ازدواج نمیکنیم به خاطری که جدا شویم و یک زندگی مستقل را پیش ببریم. زندگی زن و شوهری زندگی است، یعنی ما داریم در یک مرحله جدید و یک مرحله بسا بزرگ زندگی ما وارد میشیم، و شاید نه که باید بزرگترین تجربه زندگی ما از هر لحاظش ازدواج کردن باشه، که ما باید این تجربه را به گونه علا و به گونه خوبش پیش ببریم. چی کارهایی کنیم که وقت تشنج ها بین فامیل رخ میده، یا هم حتی بعض آقایایی هستن که دور از معرفت انسانی بالای خانمشون دست بالا میکنن و لط و کوب میکنن و اینا رو شکنجه میکنن، کدام کارها رو انجام بدیم؟ در هر شرایطی که باشه ما جان،
ولو که بحث منطق باشه، ولو که بحث دین باشه، ولو که بحث اجتماع و روانشناسی باشه، در هر حالت خلق نیک و از خودگذری جای خود را میتونه پیدا کنه، حتی در بین فامیل ها هم. اما قسمی که من اشاره کردم، ما به خاطر ازدواج نمیکنیم که جدا شیم، ما به خاطر تشکیل نسل، ما به خاطر تشکیل خانواده، ما به خاطر موفق شدن، ما به خاطر خوشبخت شدن، الهی که ما به خاطر ساختن یک آینده بسیار بزرگ ازدواج میکنیم. پس کدام کارها را ما به خاطر آینده خود انجام داده میتونیم، چه قربانی هایی داده میتونیم؟ ما مطمئن هستیم که در افغانستان هر مادر یک قربانی داده تا یک مادر قهرمان شده، هر مادر یک قربانی داده تا که توانست یک فرزند را بزرگ کنه، یا شاید هر مادر خیلی مشکلات را دیده باشه. حال اگر اینا با آینده متکی هستن و با آینده باور دارن و یقینشان هم هست که انشاءالله خداوند به اینا آینده خوب را قرار داده، باید به تمامی آرزوهایی که دارن اعتقاد داشته باشن، باور داشته باشن. شاید این روزهایشون خوب سپری نشه، شاید شوهرشون با اینا خوب رویه نکنه، اما از خودگذری نشان بدن. اگر شوهرشون زشت میره، اینا محبت بورزن، اینا عشق بورزن، کوشش کنن ارتباط زیاد برقرار کنن، از لحاظ عاطفی، از لحاظ جنسی و از لحاظ جسمانی، انشالله که مشکلشون برطرف میشه و انشالله که زندگیشون خوب پیش خواهد رفت. تماس داریم، فریبا جان تماس گرفتن از ولایت هرات. سلام، وقت بخیر فریبا جان، خیلی خوش اومدین به برنامه. قربانتان. فریبا جان بفرمایید سوالتان را مطرح بکنید. من سوال دارم که خود من شوهر من یعنی از زن خودی به دولت کار میکردن، خودی از شدی بود میگفت اخیل زن کریه زن گندی بود، انا لگازو که گل شد برای بنا یه حق دگش بوده، انا حالا یه چیلو نمیده، هر زمار میزنه دو میده، چیزی به ما نمیخوره، رخت کبشی نمیخوره، همه بزنی میده، خیلی مخبوی سبوت از دیگری علی سبوت ها صدقای و داخل گوشی گریست بود. من حال که هست هر چی مده بزنی میبونه از روح مگه نیه، حال سعی میکنه خیلی سبوت ها دیگه پیداست، من چی کار کنم، در سبوت رو بکشم چی کار کنم؟ سوالشون شما گرفتین؟ من تا جای فریبا جان سوالتان را گرفتم، شما گفتین که همسرتان دوباره ازدواج کرده، درست است؟ و رویش با شما بسیار بد است؟ نه ازدواج نکرده بود، دیگه زنه بود خودی رفیق شده بود، خواه آها ندیدن فریبا جان دو... درست درست. در کجا آشنا شده امرای زنه دیگه؟ در محیط کارش یا که در بیرون، در کجا؟ بعد چی گفتی؟ گفتم که شوهرتان امرای خانم دیگه در کجا آشنا شده که بعد امرایش دوست شده؟ او دیگه کس امرایی کسی بود، هم مسرکی بود، هم مطربونه و هم مطربونه، او دیگه تخصیصی امرایی کسی بود، نال وقتا شده که میسی از را میایی تیره راسته بخونی از این میره، من خبر نمیشون باز از این اینجی میره تیره میره، میگه من نرسته و همه بزی میگه. درست. سوال خواهر ما را گرفتین شما؟ بله، من تا جایی گرفتم. به خاطر از اینکه فریبا جان به لهجه زیبای هراتی صحبت میکنه، یکمه که افهام و تفهمش بر ما دشوارتر است. فریبا جان بسیار تشکر از تماستان، ممنون. تشکر، خدا نگهدارتان. فریبا جان گفتن که شوهرم با یک خانم دیگه در رابطه هست و از وقتی که امروز او در رابطه است رفتارش در خانه بسیار بد هست و به ما و به اولادام گفته درست رسیدگی نمیکنه، امروز خانم میره بیرون چکر میره و ما تا خبرم نمیشم تا یک از جای دیگه میشنوه و خانمش علت کوپم میکنه. آها، مستقیما بعض وقت یگان حالت صورت میگیره که چون موضوع بحث برنامه امروز همون شکل تردید قیدگیری بیش از حد فامیلا بود و بعض وقت میگن شاید ما عقب جانب نباشیم و شاید ما عقب جانب باشیم در کار که انجام میتیم و تای اعمال را که انجام میتیم و اکشن هایی را که انجام میتیم، شاید بعض فامیل ها عقب جانب باشن، مثل که خواهر ما تماس گرفته بودن فعلا. متاسفانه مثل شما که اشاره کردین لهجه زیبای هراتی حرف میزنه و من نتونستم در سوال اینا را بگیرم، اما تا جایی که شما گفتین واقعا شرایط سختی است وقتی که شما خودتان حیات باشین و ببینین که خانمتان یا شوهرتان در مقابل چشمان شما با کس بیگانه و کس دیگه که نسبت به شما او را بلندتر فکر میکنه و دوست داره ارتباط برقرار میکنه. چند شرایط اوماجان باعث میشه که مردا تیسایی که انجام شده، ما میخوایم شرایط را اول مثال بتون و بعدنش بالای راهکار کوتاه بپردازیم. مردا چرا واقعا از خانه دلزد میشن و خصوصا مردایی که ازدواج کردن و روی میارن به حرام و به اینکه بخواین ارتباطات غیر اخلاقی و
الی که ارتباطات که با اونا مناسب نیست را برقرار کنن. اولا رویه خود فامیل مورد مطالعه قرار میگیره. در هر شرایطی که باشه مطمئن باشیم ما هیچگاه جهت نگرفتیم و مستقیما میخوایم بیان کنم که اگر یک آقا واقعا با خانمش درست رویه کنه هیچگاه خانمش با این غلط رویه نمیکنه و اگر یک خانم با آقای خود درست رویه میکنه هیچگاه خانمش با شوهرش با این خانم غلط رویه نمیکنه. در یک تقابل اگر ما بیان کنیم مسئله دومی که خیلی مطرح میشه بین فامیل ها این میتونه باشه که عمو چیزی را که اینا میخواین در خانه پیدا کنن نمیتونن پیدا کرده که من نمیخوام راجع به او بپیچم راجع به بعض حرفای محرمیت اما اینا باز دوست دارن که حرفا رو در بیرون جستجو کنن. یک حالت که خصوصا در بعض مردا واقعیت از لحاظ ژنتیکی و طبی میخوایم بحث کنم بعض مردا یک روزی که ما راجع به خدازاری بحث میکردیم من کوتاه اشاره کرده بودم و روزی که انشالله راجع به سادیزم هم حرف بزنیم میر اشاره خاط کردم که بعض مردم عادت دارن در وجودشون که با نطفه حرام با کار حرام و با یک عادت که بتونه به مردم سرر واقع کنه احساس ریلکس بودن و آرامش پیدا میکنه که یک نوع نطفه در وجود اونا میباشه و در بین هر 100 نفر تحت سایه که انجام شده 5 نفر میتونه عادت را داشته باشه و این عادت بسیار خطرناک میتونه باشه. در بعض مردها خصوصا بیشتر دیده میشه نسبت به بانوان و وقتی که اینا یک کار را انجام میتن که با اینا شریعت و کار را پیشنهاد نمیکنه، اجماع و کار را پیشنهاد نمیکنه، حتی ای که فامیل و کار را پیشنهاد نمیکنه، با نسبت به کار که حلال هست و در داخل خانه است، اینا احساس راحتیت پیدا میکنن. میتونه بعض حرفا قانع کننده باشه اما میتونه بعض حرفا در داخل یک فامیل قانع کننده نباشه. از لحاظی که شاید گفتم چیزی را که میخواد در بیرون پیدا کنه در خانه نتونسته پیدا کنه یک مسئله. دومش ارتباطات خود خواهر ما با شوهر خود یک بار ملاحظه دوباره بکنه. از وقت که عروسی کردن تا فعلا کدام نظام را در خانه اینا پیاده کردن که نتونستن تا فعلا شوهرش خوش باشه و اینا از شوهر خود خوشبخت باشن و راضی باشن. دوم مسئله. مسئله سوم نزاکت های فامیلی باید مد نظر گرفته شود در هر شرایط در هر حالتی که هسته و در مرحله چهارم اگر اینا واقعا توانش دارن و امکاناتش دارن باید یک بار با شوهر خود مستقیما در این باره حرف بزنن که در ما چی کمبود وجود داره چی خالیگاهی وجود داره چی کاستی وجود داره. من یک راهکاری را میخوایم به خواهر مایر کنم که خودت تمایل به این داری که ارتباطات بیرونی برقرار کنی و ارتباطات را برقرار کنی که بلاناغه بتانه امی رابطه ما و خودت را خراب بسازه و در مرحله دوم اگر امکانات باشه با کسی که امرای شوهر این ارتباط میگیره. چون تا جایی که ما از سوال خواهر ما که از هرات تماس گرفته بودن این را گرفتم ماما جان که با یک بانو شوهرشون ارتباط داره و اینا هم کشف کردن که واقعا شوهرشون با کی حرف میزنه و اگر شوهر اینا کسی باشه که واقعا حواسی باشه و دوست داشته باشه که با سایر بانو ارتباط برقرار کنه بوسو باز بس جداگانه داره که باز ارتباط با ایت انسان ها میتونه حتی زندگی آینده ما رو در خطر داشته باشه. اما این کسی را میخواد که یک نفر هست و همواره با ارتباط برقرار میکنه و خوشبختی رو در وجود و فکر میکنه. خواهر ما اولین کوشش با شوهر خود حرف بزنن در این موضوع پرسان کنن که واقعا چی در من نیست که در اونا هست چی در خانه ما نیست که در بیرون است و در مرحله دوم و در گام ثانی اگر ارتباطات میتونن داشته باشن با کسی که با شوهر این ارتباط داره حرف بزنن مشکل را حل بسازن. تماس داریم نبیلا جان تماس گرفتن از جلال آباد زیبا. سلام وقت بخیر نبیلا جان خیلی خوش آمدین به برنامه. بله سلام خوب هستین شما خوب؟ قربان دارم بسیار تشکر نبیلا جان عرض میکنم شما هم خوب باشید بفرمایید سوالتون رو مطرح کنین نبیلا جان. امروز از شهرستاد خان 10 سال از عرصی میشم رای خودم کش از لوگر است من او شوارم کش از جال آباد است ده 10 سال اگر یک سال یک نیم سال کت شوارم بودیم دیگه از 8 سال 8 سال کت مالارم 1 سال 2 سال میره خانه پدرم میلید میتا نه خرس ما میتا نه مصرف اولادای ما میتا در خانه که میرم کرا بر میگیره و خانه 30,000 پک رای خانه خرد اون موندیم که چیکارم که تو وقتی که میگم خیلی کسی مصرف من نمیتی خاطر من نمیتی خیلی به خاطر بتی که ما دخانی پدرم بیشیم می خاطر مصرف ما را پدرم بده یه کمک نمیشه دیگه پرناوش ما را ایلام میتی خود دیدی کت میشه اگر ایزا میکنم کت میشه در این خانه خانه میشین در دفاره خدا جوال آباد 50,000 کرای خانه سر ما من هر ساد موشی میه میگه از دروازه برای میگه دروازه را خلص میگه ما ایران موندیم که چی کنم 4 تا طفل دارم نیکنم میخوام آها خواهر شما ازدواج به میل دل خودتان کرده بودن یا فامیلتان انتخاب کرده بود؟ بلار اگر خطر از بگویم در سکای ما یک لکی سفید بود پشتما که خواست داریم میام از خود ما از لوگر است مادرم گفت بوری سیاسر از خیره ای که میبینه این فامیل از این مردم میگه که خیره مایره میگیریم
ای باز نگفته ما دیگه زن دارم. وقتی که ما عروسی کردم یک بچک کلانم پیدا شد بازی گفت ما دیگه زنم دارم. حالا دو زن خودتش نو اولاد داره. حالا شب روز دیگه زنمو زن از نخانه زنمو میره. هیچ نه اینجا میایه نه پتان اولادای ما میکنه. پنج روز باد، شش روز باد، پدرم یا دو هزار یا یک نیم هزار رایی میکنه. ایران من دین چی کنم؟ میمه بسه خواست پدرم آورم کدیم میارسی ده. و یک فرزند دارین شما؟ درست است، من انشاءالله گرفتم. بسیار تشکر از تماس نبیله جان. سوالتان را گرفتیم، منتظر شنیدن پاسخ سوالتان باشین. خدا نگهدارتان. در بعض مسائل اوما جان وقتی که ما نظر هم ایراد میکنیم، خصوصا در افغانستان بعض وقت جنجالی میشه و یک ذره یک بزرگ میشه. مثل یک روز ما است یک دکتر صاحبه که در بخش امراض داخلی اطفال کار میکردن، پرسیدیم که در ماه مبارک رمضان اگر ما یک مریضی را که ما نام گرفتیم پیدا میکنیم، اگر روزی ما را بخوریم ما امکان داره یا خیر؟ اینا به خاطری که اوضاع افغانستان را دیدن و اوضاع مردم ما را دیدن، نظر ایراد کردن که را میگذاریم به حالت و شرایط که با ما پیشنهاد میشه. حتی کوتاه ما میتونیم این مثال را به خواهر ما بدم، اما من از یک مشاور و من از یک کسی که اگر ما بخوایم نظری ایراد کنم، اینا باید در جای باشن که قدر داشته باشن. وقتی که شما کتاب چنین گفت زردشت را میخونین، در فصل اولی کتاب و خصوصا صفحات 25 الی 36 میافین که میگه در جایی که شما قدر نمیشین هرگز حضور نداشته باشین. یعنی واقعا در یک جایی که اگر ما تاج سر کسی نیستم، نباید فرش زیر پایش باشم. حتی اگر او میتونه که خانمم باشه، حتی میتونه شوهرم باشه، حتی در بعض مسائل، در بعض موارد، حتی بعضی ایراد میکنم که دوستای ما بدانن که هدف ما کلی نیست، جزئی است. در بعض فامیل ها حتی ارزش قائل نمیشن به دختر خود، به فرزند خود. در این تو موارد از بودن ما کرده میتونه نبودن ما موثر به موارد شود. اینا اشاره کردن چون خواهر ما خفه نشن، ما میخوایم مستقیم به اینا بگیم که فامیل اینا ازدواج اینا رو بگونه کرده که مثل یک چیز بیارزش توفه تقدیم کرده ای با اونا، چون گفته شما مریضی داشتین، چون شما گفته لکه های سفید در دستان داشتین و فلان موارد را داشتین، در حالت که ارزش و جایگاه یک زن در هر شرایط بلندی خاطره داره. شاید 100 سال بعد، شاید 200 سال بعد، شاید 10 سال بعد امیدوار هستیم که افغانستان و طبقه دهات نشین مردم افغانستان به این جواب پی ببرند که واقعا یک زن در هر شرایطی یک قهرمان است، یک خانواده ساز است و تکمیل کننده ایمان یک مرد میتونه باشه. به این لحاظ ازدواج اینا به خواست دل خود اینا نشده، به خواست دل فامیلشان شده. و ای که شوهر اینا خانم اول هم داشته قبل از اینا و از او فرزند هم داشته و شاید خانم دوم اونا نسبت به اینا کسی باشه که عزیزتر باشه با شوهرشان، اگر میبینن که مشکل واقعا برای حل و با ای که صحبت میکنن و حرف میزنن و تضرع میکنن و زاری میکنن حل نمیشه، میتونه یک راه حل جدایی باشه، بودن در خانه پدر باشه. مثل که خود اینا ایراد کردن که من میرم با من اولی را میگیرن 40000 و 50000 ما کرایه اولی باقی میشم و بالاخره ای که ما مجبور میشم که باز بیایم از یک جای بگیره دیگه جای کوچکشی بده، از او بودن کرده به فکر من نبودن بهتر است. اونجان تماس میگیریم ان شاء الله ادامه میپردازیم. تماس داریم، تمنا جان تماس گرفتن از مزار شریف. سلام، وقت بخیر تمنا جان، خیلی خوش اومدین به برنامه. تماس تمنا جان قطع شد ولی سوالش همکارا گرفتن. تمنا جان گفتن که من ازدواج کردم و رابطه با همسرم خیلی خوب نیست و مثل یک زن و شوهری که خیلی با هم دیگه نزدیک هستن و رابطه عاطفی خیلی خوب دارن با من رفتار نمیکنه و با وجود از اینکه گفتم من تلاش میکنم با تمام مسائل رسیدگی بکنم، با کارهای خانه رسیدگی بکنم، با گپ من نمیکنه و با گپ خوشو میکنه که در واقع مادر شوهرش است و گفته زیاد سر ما سخت گیری میکنه، مرا جای رفتن نمیمونه. شما چرا کار برشان پیشنهاد میکنین؟ داوید دیوان یکی از دانشمندای علمای غرب است، یک کتاب را نوشته کرده به نام اصول و قواعد ازدواج موفق. واقعا تمامی تحقیقات را که در 40 سال دوره کارشناسی خود یادم انجام داده در یک کتاب آورده و واقعا یک کتاب مفیدی است که من پیشنهاد میکنم دوستا بخونن. در فصل اول و دومی کتاب مستقیما اشاره میکنه به ازدواج های تازه شروع و علمی، ازدواجی که یک سال، دو سال الی 10 سال از ازدواج ها سپری شده باشه و اونا یا موفق باشن و یا هم ناموفق باشن در ازدواجشان. بعض وقت بعض کارهایی را باید خانوما انجام بدن که بتونن دل شوهرشون را به دست بیارن. ما نمیخوایم بس حقوق داری بین مداخله به تو مداخلت کنم که واقعا حقوق کدامش بالاست و کدامش باید کدام چیز را مد نظر بگیره و کدامش مد نظر نگیره. اما وقتی که یک شوهر متوجه میشه که
خانومش یک زرگک آشفته خاطر شده، یک زرگک از خیال و مجال رفته، یک زرگک داره امو تمایل را که سابق به شوهرش داشت از دست داده، باید کار را انجام بده که تمایل را به دست بیاره. در جهت مترادفش اگر خانم متوجه میشه عین حالت را میبینه که شوهرش امو ارتباط را که سابق با اینا داشت، شاید در دوران نامزدی، شاید در دوران شروع ازدواج یک ماه و دو ماه و شش ماه اول، حال فعلا نداره، کارهایی را انجام بدن که باید دل شوهر خود را به دست بیارن، دلجویی بکنن. مثل که یک بار دیگه هم اشاره کردم، ما همیشه دلجویی را اوما جان مثل این معنا کردیم که شاید معذرت خواستن، شاید یک تحفه بردن دلجویی باشه، اما هر موارد در بین یک فامیل میتونه دلجویی را به میان بیاره. خصوصا خواهرای ما خیلی قهرمان هستن در این مورد و میتونن رازهایی را داشته باشن در بین خانم و شوهر که به یک گونه دل شوهر خود را به دست بیارن. شما وقتی که کتاب ازدواج موفق را میخوانین میگن که در یک رابطه موفق زن شوهری 30% یک آقار نقش خود را داره، اما 70% یک بانو نقش خود را داره. یعنی اگر بخوای رابطه را خراب کنه، ما معکوس شده میبینیم که میتونه یک آقا طلاق به توجه داشته باشه، اما یک خانم نمیتونه. اما وقتی که ما این کتاب را مطالعه میکنیم، از لحاظ روانی که بحث میکنه، میگن میتونه تمامی ارتباطات را یک خانم خوب کنه و تمامی ارتباطات را یک خانم از بین ببره. اینا دلجویی کنن وقتی که شوهرشون از کار میاد. ما میخوایم این سلسله مراتب کوچک را اشاره کنم که اینا در یک زندگی خیلی میتونه مفید باشه و میتونه خیلی رابطه‌های بزرگ را ایجاد کنه. وقتی که شوهرشون از کار میاد با اینا صحبت کنه، از شرایط سختشون قصه کنه، حتی فرصت بده. تنهایی بعضی وقت خیلی بهتر است. شاید یک هفته دو هفته شوهر اینا غمگین باشه، غم زده باشه و یک حالت نگران کننده و تشویشناک داشته باشه، بعد انشالله ارتباطات خوب میشه. و اگر گفتم مشکل در بین نباشه و فقط احساس کم شده باشه، احساس چیزی است که با دلجویی کردن، با خودگذاری کردن و با نشان دادن علاقه جور میشه. تماس داریم، یاسین جان تماس گرفتن از ولایت سمنگان. سلام، وقت بخیر یاسین جان، خیلی خوش آمدین به برنامه. از همکارم میخوام تماس یاسین جان داخل برنامه وصل بکنن که مصادش هم داشته باشیم. یاسین جان صدای ما رو دارین؟ سلام، وقتتان بخیر، خوب هستین؟ سلام، وقتتان بخیر. ما دکتر همین شک کردن چندین بار من را زدم. خانمتون شما را زده؟ میخواستم امده سفر نظر بگیرم. ها درست هست، نگرفتم سوال شما. درست است، ممنون از تماستان. واقعا یک حالت بسیار جالبه که پیش می آید در بعض شرایط، حتی بعض خواهرای ما میگذرگک اومه جان پایتر می باشن. بعض وقتا شما جهتگیری نکنین از بعض خواهرهای ما. در حد یک شوخی می خواهیم بیان کنم، ما بعض بانوهایی رم در جامعه داریم که میتونن حتی یک آقارم از پای در بیارن. جالب است، من یک روز اشاره کرده بودم در بعض حالت های خراب که پیش میاد بین فامیل ها، گفتم 98% میتونن آقایان سهم خود را داشته باشند در شکنجه کردن و حتی از بین بردن رابطه، و 2% که گفتم خیلی محدود هسته، خیلی محدود است، شاید این برادر ما از اون 2% باشه. پس بعض حالت ها رو باید مراعت کنه اینا، چون من تازه با یک مشکل مواجه میشم. میتونن که با خانم خود اینا هم حرف بزنن، میتونن امو مشکل که در بین اینا به میان آمده شاید یک مشکل عاطفی باشه، شاید یک مشکل ضعفی جنسیتی باشه. ببینیم وقتی که ما تاریخچه ژنتیک یک مرد را مطالعه میکنیم، میافیم که یک خانم، ما میخوایم با این که معذرت هم بخوایم از دوستایی را بیان کنم، وقتی یک خانم با دوستم یاسین جان بیان کنم از سمنگان تماس گرفته بودن، وقتی یک خانم در قبال شوهرشون احساس ضعف میکنن که فکر میکنن شوهر اینا تمامی خواسته های جسمانی اینا رو برآورده کردن میتونه. یعنی شما خود را حیار بسازین به چیزی که میخواین، به چارچوب که شما میخواین و به آن چیزی که واقعا خانم شما با شما سازگاری میخواد داشته باشه، انشالله به زندگیتان خوب میشه و خوب پیش خواهد رفتین. من میخوام که بپرسم چرا معمولا مردها سختگیر هستن؟ واقعا سوال برادرم یک زرگک فضای برنامه را تغییر داد، چون در بعض مواقع و موجان پیش میاد و این حرفی هست که من یک روز در چکم پیش میاد؟ بله، واقعا در یک جایی هم روبرو شده بودم با یک حرف که یک دوست مویرات کرده بودن که میگفتن، من شنیده بودم که میگن خانمم بالای من زور است، اما من نشنیده بودم که بتانه یک خانم
یک قار از پای در بیاره. اما به هر صورتش، به هر صورتش میتونه رای حل داشته باشه ایرم. من میخوایم مستقیم و موجان باز هم ایراد کنم. یک خانم وقت از شوهرش دلگیر و دلزده میشه که میبینه که واقعا شوهر از هر لحاظ نمیتونه تمویل کنه، یا شاید لحاظ مالی باشه، یا لحاظ عاطفی باشه، یا لحاظ فامیلی باشه. شاید بعض وقت فامیل ها دخالت داشته باشن، پدر دخالت میکنه، مادر دخالت میکنه، مو ننو میگن به فکر مو دخالت میکنه، و ایور دخالت میکنه، و در بعض مواقع متاسفانه که یگان ضعفی های جسمیتی پیش میآید، باز خانم میبینه که شوهرش در قبال و مو احساس را که در سابق داشت نداشته، باز میتونه رابطه را خراب کنه. و بس کلی را که امروز ما داشتیم، منیسی که مگر در جنب بندیش بیان کنم، امو شک و تردید و قیدگیری باز از میج سرمنشه میگیره. یعنی قیدگیری ها را اگر ما مطالعه کنیم میبینیم که نقطه کلیدی شک کردن هسته. در یک تحقیقاتی که گاتمن انجام داده بود، تخلصش یادم رفت، اما یک دانشمندی هست که ما میخوایم بعد از تماس انشاءالله بیان کنیم. تماس دارم، یکی از بینندهای ما تماس گرفتن، حسنا جان. سلام، وقت بخیر حسنا جان، خیلی خوش آمدین به برنامه. سلام علیکم، خوب هستین؟ خوب هستین؟ بسیار تشکر حسنا جان، آرزو میکنم شما هم خوب باشین. بفرمایید سوالتان را پرسان کنین حسنا جان. این چیز ببخشین، مدت 39 سال از عروسی میشه و یک پسرک دارم، و خودم 23 ساله هستم و شوهر تقریبا 55 ساله آدم هسته. و عروسی من به خواست فامیلم شد، چون یک مقدار پولدار بود و چی بود، مادرم گفتن که همراه همی عروسی که زندگی خوب میشه، میتونه که خود را خوشبخت کنه. به این فکر نکنن که تفاوت سنی زیاد از مایلا، هر قدر که را کوشش میکنم و میفهمم که تمام انرژی و مصرف میشه توی بودن تو لباس ها خواهد تبدیل تو یادوان جامعه با نظافت با آشایی که نان خودمی مای رمضان میفهمید که خوبتن میشه به خانه یا مجروبی خواهد و سر وقتش ماز نمی کرد. خلاصه دنی هر کار از این باید دل ما میشه و قدر رو در آرام یه قدر رنگ میبرم از یالتش که ایچ گفتان میتونم. میخوایم اگر انمایی برما بکنن، میخوایم حتی کن میخوام که طلاق بگیرم. بیخی وضعیتم در درجه آخر بگم از بسیار به تشویش هست و نمیفهمم که من چی باید بکنم. همیشه جنگ دعوات بشیری دخترک مایوس و تگک مایوس یک طرفت میشینه سیر میبینه دگه ایت خودا کنترول کنه نمیتونم. اما لازم یه مردم داری میتونم یک درست از من سعی میشون درست میشون تمام کارایم باز یک ماه باز دو روز باز با میبینی کنم و کارش هست. میگم تکلیف روی داری بیا پیش برو پیش دکتر برو، او هم نمیتونه. اگه هر قدر کوشش میگم این دلا نمیشه کارایش. آها خواهر عزیز، شما چند ساله هستین؟ 23 ساله هستم خودم. و چند سال گفتین از ازدواجتان میشه؟ 39 سال میشه برادر. 39 سال. چند اولاد دارین؟ یک بچگک دارم. یک بچگک. شما کدام تکلیف روحی و عصبی دیگه خو ندارین؟ ما دمی طول یک سال میشه که بسیار تکلیف روی برم پیدا میشه که افتا میخوایم که چیز بزنم یک جای تنها باشم، هیچ کس را نبینم، با هیچ کس صحبت نکنم. اتا بر از بس که کارهای از اینا را دیدی میج اصلا نشده قدر کوشی میکنم در وقتش نان آماده میکنم، چای آدم آماده میکنم، لباسایشون تو میکنم، این دیگه لباسای تبدیل به هیچ توجه به خودش نمیکنم، یکمی از اینی بره یا بسیار کارهای دیگه داره هیچ قابل گفتن نیست. بسیار تکلیف روحی داره که به خانه اوقات تلخی ایجاد میکنم. دختر به خود شیشتگی یک دم قوا خوش ترش میشه، بانگیگی میکنه دختر چی بچه مرا گرفتیم. خواهر از این سوال بسیار تشکر استاد جان از تماستان. سوالتان را ما گرفتیم، مشکلتان را شنیدیم. انشاءالله که دکتر صاحب ببخشید جناب روانشناس صاحب که آقای ملی وطن هستن بر ما یک مشوره خوب و راهکار خوب خواهد دادن. چون خدا نگهدارتان استاد جان، زمان خیلی کم است، میخوام خیلی کوتاه اشاره کنم. من چهار نظریه که من از آقای گاتمن هم میخواستم اشاره کنم مترادفن که یکیش به خواهر ما مستقیما بر میخوره. گاتمن اشاره کرد در سال 2007 که فامیل ها طی چهار اصول از هم دیگر میتونن جدا شون. اولش انتقاد بیش از حد، سرزنش کردن، دلجویی نکردن، به همانو جهتگیری کردن و الهی که به اعتبار شدن طی چهار مرحله. خواهر ما اشاره کردن مستقیما، من از حرفایشون بیان کردم که شاید شوهرشان و شاید خودشان کدام تکلیف روحی داشته باشن که اینا نیاز به مشاوره دارن.
اگر خواهر ما اسنا جان نمیتونن که شوهرشون را قانع بسازن که باید پیش یک روان درمان و پیش کسی برن که از نزدیک با اونا حرف بزنن و امو داخل دلشون را بیان کنن و بتونن که مشکلات را حل بسازن، باید خودشون یک بار حتما مراجعه بکنن یا اینکه بعد از برنامه ان شاء الله یک بار با تماس شون که ما با اینا مختصرا بحث بکنم و صحبت کنم، چون تایم برنامه ما هم محدود است و ما نمیتونیم تمام مشکلات را بگیریم و خصوصا مشکل را که خواهر ما داره مشکل اکثر مادرهای ما هم مشکل دپریشن پیش میشه بعض وقت، حتی بعض وقت اینقدر تشویش بلند میشه در وجود یک مادر و در وجود یک خواهر که تکلیف میده و موج پلوری حتی در وجود اینا آشکارا میشه و اینا را از جسم هم خراب میکنن و نقطه تمامی بدبختی ها موجان و نقطه تمامی ناداری های یک خانواده میتونه نمی تشویش باشه، اینمی استراب باشه و اینمی نگرانی باشه. به این لحاظ به خواهر ما پیشنهاد مستقیم اولا نمیشه که در صورت بودن امکانات با یک کس مشاوره که بینا بتونه اشتراک بکنن و حرف بزنن، چون وقتی که مشاوره ها صورت میگیره حدود 40 دقیقه 45 دقیقه یا یک ساعت باز تمامی مشکلات را که اینا دارن میتونن واضح بیان بسازن، اما بعض محدودیت های هست فعلا اینا نمیتونن بگن، اما در حالت چون با اونها خلوت میباشن و میتونن بیان کنن ان شاء الله راهکارهای پیشنهاد میکنن، اما اگر در حد یک راهکار بگویم به اینا کوشش کنن خودشون برای فعلا بتونن یک تقویت ببخشن، چون ما ظرف خواهر ما ایره درک کردم که خواهر ما خودشان هم یک ذره تکلیف و مشکل دارن، از لحاظ روحی هم یک مکه تکلیف دارن و از لحاظی که میگن میل به فریاد کردن دارم. چرا یک انسان سالم دوست داشته باشه چیغ بزنه؟ اوما جان هیچ کسی که از لحاظ روحی سالم است چیغ زدن را دوست نداره. معمولا انسانایی که یک روز دیگه هم من بیان کردم خیلی سالم هستن از لحاظ روحی، از لحاظ جسمی، از لحاظ ذهنی انسانای آرام هستن و کم حرف میزنن و در یک گوشی زیادتر خلوت میکنن، اما انسانایی که زیاد خنده میکنن، زیاد حرف میزنن، زیاد دوست دارن چیخ بزنن، انسان هستن که در درونشان آتش میسوزه که اینا رو از بیرون هم نمیتونه بسوزانه. به میلحاظ اگر امکاناتش بود بعد از برنامه یک بار حرف بزنن و در صورت بودن با یک روان درمان انشالله ملاقات کنن مشکلشان حل میشه. ممنون از حضورتان، خسته نباشین. از یاد بیننده ممنون از شما هم که امروز یک ساعت ما رو همراه بودین. تا یک روز بعد دوباره خدمت شما قرار میگیرم. همه شما را به خداوند یکتا و یگانه امانت میکنم. شب روزتان بخیر. خدا نگهدارتان.